بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اولین درس برنامه اداری خود شروع میکنیم. پیش از اینکه شروع بکنیم، در کدام نقطه درس رسیدیم او را بر شما گفتم میتون. ویندوز آر این دمی قسمت بر شما نوتپد تایپ میکنم، انتر میکنم، برنامه نوتپد بر شما باز میشم. من روز اول اینجا بر شما کامپیوتر را به دو بخش تدریس را تقسیم کرده بودم. یک بخش به نام هاردویر یاد میشد، یک بخش به نام سافتویر یاد میشد. و بعد از او اولین درسی که ما در بخش سافتویر میخواندیم او سیستم سافتویر بود، چیزی بود که مستقیما ارتباط به سیستم ارتباط داشت. از داخل از او کدام ویندوز ما خوانده خلاص کردیم؟ ویندوز در خوانده به اتمام رساندیم، دین روز خلاص کردیم. حتی این که ما بر شما نصب کردن ویندوز هم در کامپیوتر دین روز یاد دادم. امروز کدام بخش میخوانیم؟ آفیس هم میخوانیم. آفیس هم بر شما ترجمه میکنم. آفیس چی معنا را بر شما تحلیل میکنه؟ آفیس دفتر معنا میده، یعنی چیزهایی را شما از اینجا کارهایش به اتمام رسانده میتونید که مستقیما ارتباط به دفتر داشته باشه. اینال من میگیرم این از اینجا کدام آفیس هم میخوانین. نوشته میکنم آفیس 2003. آفیس 2003 یک وقت آفیس 2003 بود، اما این فعلا چی ورژنش کنه شده. بعد از او آفیس چند برآمد؟ آفیس 2007. بعد از آفیس چند برآمد؟ آفیس 2010. بعد از آفیس چند برآمد؟ آفیس 2013. بعد از آفیس چند برآمد؟ آفیس 2016. اینال شما کدام آفیس را میخوانین؟ آفیس 2019 را میخوانین. من فعلا بر شما میخوایم آفیس 2019 را درس بتم. همین سال هم فعلا که شما مشاهده میکنین کدام سال است؟ سال جاری که فعلا ما استفاده میکنیم 2019 است. ما آفیس چند را میخواندیم؟ آفیس 2019 را. اینال در آفیس 2019 بعد ویژگی هایی که آمده در دیگه آفیس ها دیده نمیشه. اما اگر شما آفیس 2003 را بفهمین صرف آفیس 2003 را میفهمین، از دیگه آفیس ها بیخبر میمانین، به خاطری که چیزی که در این اپدیت شده در این نامده. اگر در آفیس 2007 یاد گرفتین دو آفیس یاد میگیرین، هم آفیس 7 یاد میگیرین، هم آفیس 2003 را یاد میگیرین. اگر شما بگیرین از اینجا آفیس 2010 را یاد بگیرین، دو آفیس دیگر را یاد میگیرین. من در شما کدام آفیس درس میتم؟ آفیس 2019 را درس میتم که شما هم 16 هم 13 هم 10 هم 7 هم 3 را شما آموخته بتانید. یکی از چیزهایی که در آفیس 2019 دیده شده، یعنی شرط شرایطی که از شما خواسته او چی است؟ شما آفیس 2019 را به دو شرط در کامپیوتر تا نصب کرده میتانید. یک شرطش همی است که شما ویندوز چند داشته باشین؟ ویندوز 10 را باید داشته باشین. تا که ویندوز 10 نباشه آفیس 2019 را بر خودش قبول نمیکنه. اینی چاکی را برش گرفته بیتین؟ چاکی نیست اونجا؟ اینی می چاکی را وردارین اون در موبایل بانین، اینی در اینجا نزدیک تر بین، اینی اینجا جای میشه همی چاکی؟ بله. اینه یکی از شرط شرایط آفیس 2019 همی بوده که شما باید چی را نصب بکنین؟ باید ویندوز 10 را نصب کنین، بعد از او آفیس 2019 نصب می شدن. این حال سعی کنین بعضی چیزهایی که جدید آمده، شاید 10 قلم شاید 11 قلم چیز در آفیس 2019 جدید آمده باشه، او را بر شما گفته میتونم یاد گرفته بانین. اما شما آفیس 2016 داشته باشین، از امو استفاده کرده رفتن میگیرین، کل چیزهایش مشابه است. چیزی که نامده من میگم اینو میبخش نامده، اینو میره تمرکز بکنین، اینو اینجا یاد بگیرین. صحیح شد؟ پس میگرم ایناله ما سلسله مراتب درس خدا فهمیدیم در کدام نقطه بودیم. ما کدام نقطه بودیم؟ در آفیس 2019 را میخوانیم. اولین درسی که من میخوایم بر شما آفیس درس بتم، در آفیس میخوایم بیاموزانم، او درس چی است؟ درس وین ورد هسته. من میخوایم بر شما چی را درس بتم؟ وین ورد. اگر کسی بر شما بگه که وین ورد تشریح کنین بگه، شما برش چی میگین؟ برنامه وین ورد یکی از بخش های آفیس میباشه یا یکی از بخش های اداری میباشه. ایناله برنامه وین ورد شما چی کار را انجام داده میتونین؟ همیشه بجز محاسبه، در محاسبه اوقدر قوی نمی باشه، صرف وظیفیش همی است بخش اداری را از تمام عبادش بر ما و شما چی کرده میتونی؟ مرفوع کرده میتونی، یعنی ما میتونیم از طریق همی تمام کارهای اداری را پیش ببریم. میگیرم از اینجا کلوزش میکنم. اینال نقاط درس خود فهمیدیم که اول کامپیوتر بوده، بخش سافتویر میخوانیم، از بخش سافتویر آفیس میخوانیم، از بخش آفیس هم آفیس 2019 و از داخل آفیس 2019 وین ورد 2019 را میخوانیم. من میگیرم میره دان سیو میکنم. اینال بر شما چی میکنم؟ کامپیوتر را روشن میکنم. فعلا میال که مشاهده میکنین کامپیوتر روشن است فعلا. اینال من میخوایم از کدام نقاط آفیس خود یا ورد خود دریافت کرده بتانم.
به خاطر دریافت کردن ورد خود اول رایت کلیک میکنم بالای نیو میایم. ما امروز گفته بودم که اینا را باز در درس های آینده میخوانیم، امروز یکشم میخوانیم مایکروسافت ورد داکومنت، و بعد از او از اینجا رایت کلیک میکنم، از اینجا اوپن میسازم. بر شما چی میشه؟ ورد 2019 و آفیس 2019 نشته است. اینا بر شما باز شد نشد؟ این چند طریق شد؟ یک طریق. میگرم پس از اینجا کلوزش میکنم. بعد از کلوز کردن از اینجا بر شما چه میکنم؟ رایت کلیک میسازم، بالای تول بارس میرم، از تول بارس از اینجا ادرس کلیک میکنم. ادرس اگر ما ترجمه بکنیم، ادرسی که ما فعلا به زبان فارسی هم میگیم اونم را میگن. من میخوام ورد خود ادرس چه نوشته کنم. ادرس وردم چی است؟ وین ورد است. انتر میکنم. آیا برنامه ورد بر شما باز کرد؟ نکرد. میگرم از اینجا کلوز میکنم. این طریقه هم خوشم نامد، بسیار ثقیل هست. خب میایم بالای سرچ، میبینین اینجا سرچ داریم. در این سرچ چی نوشتم میکنم؟ وین ورد. انتر میکنم، برنامه ورد بر شما باز میکنه. یا این طریقه هم خوشتان نامد، کلوز میکنم از اینجا بر شما چی میکنم؟ رایت کلیک، بالای رن میرم. در رن در این قسمت چی نوشتم میکنم؟ وین ورد. انتر میکنم، برنامه ورد بر شما باز میکنه. یا فرض مثال از این طریقه هم نمیخوایم، از کیبورد ویندوز فشار میتین آر کلیک میکنین. اینجا نشتم میکنم چی؟ وین ورد، W I N W R D. انتر میکنم. اینه به این شکل. یعنی شارکت رن چی بوده بر شما از طریق کیبورد نشان بدم که بفهمین و داینده پالیده نگردین. اینه سفر نزدیکتر میارم. ویندوز که گفتم اینمی علامه را برام ویندوز یاد میکنه در چی؟ در بخش کیبورد. اینمی را فشار میتین، رها نمیکنین. بعد از فشار دادن امی باز چی را کلیک میکنین؟ اونه فشار دادم فعلا علامی سرخ شد نه؟ و بعد زو چی را کلیک میکنم؟ آره. بعد از که آره کلیک کردیم مستقیما بر شما چی باز میشه؟ اینجا رن باز میشه. و بعد از رن باز شدن وین ورد، کدام برنامه را؟ ورد باز کنه. این از اینجا باز شد. ما بر شما این را توصیه نمیکنم که شما همین 5 طریق 10 طریقی که ما بر شما میآموزانم طریقای باز کردنش یاد بگیرین. یک طریقه را یاد بگیرین، اما طریقی که فرد مثال شما آسان میبینین از اون طریقه باز کرده رفتن بگیرین. اهداف معمی باشه که در داخل برنامه ورد ما شده بتونیم در هر آفیسی که بریم، در هر ویندوزی که ما بریم. صحیح شد. اینالا اولین گزینه که اینجا دیده میشه سرچ از اینترنت آفلاین است فعلا. اینا میجا سرچ کنین تمپلیت هایی که خود اینترنت بر شما مونده اورم دیده میتونین. اینی تمپلیت هایی هست که قبلا برنامه آفیس بر شما جور کرده داده. اینا سکر امینا را که فعلا میبینین خود آفیس جور کرده مونده، پیش از پیش، قبل از قبل. اینا را امینا را یکش کلیک میکنیم. مثلا سی وی جور کردن یاد ندارم. اینا دم اینجا بر شما چی کرده؟ سی وی را، خلاصه‌نامه را بر شما اصلیش اینا اینجا مونده. شما باز کنین پس نامتون را تغییر بدین. دیگه کل چیزش تایپ است. یا فرض مثال من پارچه امتحان جور کرده نمیتونم. اینا از اینجا کلیک میکنم مستقیما بر شما چی میشه؟ اینا پارچه امتحان جور میشه. نامتون را نوشته کنین، پرینت بکنین. اینا ایره خود ما جور کردیم در آفیس. فهمیده شد؟ این تمپلیت هاست در اکانت آفیس خود ما ایره چی کردیم؟ افزود کردیم. من میخوایم بر شما امروز ایره بیاموزانم از طریق همین برنامه وین ورد باز میکنم. بعد از باز کردن ورد ما این شکل همین مایکروسافت آفیس یک دانه پارچه امتحان جور کرده در می اکانتش میمانم یا دمی بخشش میمونم. همیشه باید ورد که باز کنم از امیره استفاده کرده بتونم. اینا خوب متوجه باشین، به خاطر جور کردن از او از هر فانکشن استفاده میکنیم. در ریکارد است، باز استاپ کرده در خانیتون عملی کنین. میایم اینا رو سکرین بلانک داکومنت، یک داکومنت جدید بر شما باز میکنم. اینا باز شد نشد بر شما داکومنت جدید. بعد از باز شدن من بالای لیاوت میرم. از بخش لیاوت از اینجا من چی میسازم؟ این از اینجا نیرو میسازم. نیرو شد نشد بر شما. بعد از نیرو شدن اینالا ما چی میکنم؟ در هوم میرم. از بخش هوم از اینجا بر شما چی میکنم؟ در سنتر میایم. از بخش سنتر از اینجا بر شما چی میسازم؟ یک کمی خط اندازیش 16 میگرم. این دمی قسمت نوشته میکنم من به زبان دری، مثلا به زبان دری نوشته میکنم ریاست چی باشه؟ ریاست معارف ولایت چی؟ جوزجان. بعد از اینکه ایرم انتخابش میکنم کلا، و بعد از انتخاب کردن از این از اینجا بولد میگیرم کمی دبلتر باشه. اما این چیزا رو ما فعلا نخوندیم. اداره منیجمنت است، تمپلیت یاد میتونیم چقسم تمپلیت جور کرده میتونیم. این ریاست معارف تایپ کردم، بازم با آهستگی میرم که شما باید بفهمین پارچه امتحان چقسم جور میشه. هم یکی از بخشای اداری است. انتر میکنم، به طرف راست خط میایم. این از اینجا رایت میگیرم، طرف راست میره. دمی قسمت بر شما چی تایپ میکنم؟ اسم فاصله. بعد چی نشتم میکنم از اینجا؟ ولد دو نقطه فاصله. چی نشتم میکنم دیگم؟ مثلا مکتب فاصله. دیگه چی نشتم میکنم؟ مضمون نشتم میکنم. اینه بخشین تایپینگ من. اینه مضمون. دیگه چی نشتم میکنم؟ گروپ نشتم میکنم. اینه دو نقطه فاصله. و بعد از اون نشتم میکنم اینه دمی قسمت تاریخ نشتم میکنم. اینه دو نقطه فاصله میکنم. اینه دمی قسمت شما چی بکنین؟ اینه تاریختان درج کنین. بعد از اون انترش میکنم. بعد از انتر کردن
چهار دانه مساوی فراموشتان نشه، چهار دانه مساوی از اینجا انتر میکنم. چی میکنه؟ در زیرش اندرلاین مستقیما میره و بعد از رفتن از او در سنتر میایم. از سنتر یعنی دمی قسمت بر شما نشته میکنم چی؟ بخش سوالات نشته میکنم، یعنی بخش سوالات انتر میکنم. از کیبورد چی را؟ نقطه را میمانم. کدام نقطه را میمانم؟ اینه او اسکر را تایپ کنم بر شما نقطه را نشان بتم، اینه اینجا ماوس را میمانم، اینه نقطه از کیبورد، اینه میره فشار میتم، اینه اینه این نقطه بر شما چی شد؟ افزود شد. بعد از افزود شدن اینا رو برای شما چی میخوایم بسازم؟ از اینجا این رو من مینیمایز میکنم. خب از اینجا برای شما اون نقطه رو ماندم. بعد از ماندن از این کلن انتخاب میکنم. بعد از انتخاب کنترل سی. کنترل سی چی وظیفه رو انجام میداد؟ کپی میکرد. بعد از چی میکنم؟ کنترل وی میکنم، کپی پیست میکنم، باز کنترل وی، بعد از باز کنترل وی. از اینجا وقت میگیره مینیمایز میکنم، کنترل وی که رفتن میگیرم. اینه صحیح شد؟ یک صفحه از کنترل وی اونا بر شما تنظیم شد. بعد از تنظیم شدن مستقیما بالای دیزاین میرم. از بخش دیزاین پیج باردر داریم. اینه پیج باردر، یکی از دیزاین ها را در باردرش انتخاب میکنم. کدام دیزاین ها مثلا من انتخاب میکنم؟ اینه زمینجا فرض مثال اینه میره انتخاب میکنم. اندازیش کمی سایزش کوچک میگیرم و بعد بالای آپشنش رفته اندازهش رو دو میگیرم. تب دو تب کلیک میکنم، دو باز تب کلیک میکنم. از اینجا اوکی میکنم، اوکی میکنم. اینه بر شما تنظیم شد نشد پارچه امتیان. و بعد از اون مستقیم من در واترمارک هم میرم. از واترمارک از اینجا کستوم واترمارک. بعد از اون برای چکس واترمارک میرم، در اینجا نام خود نشته میکنم. اینه استاد، اینه رحیمی. از اینجا چی میسازم؟ یک رنگم برش افزود میکنم، اپلای کلوز. و بعد از کلوز کردن بر شما اینه به این شکل یک دونه پارچه امتحان جور کرده تانست. اینه اینا رو من میخوایم امی باید در اکاونت مایکروسافت آفیس برم. من همیشه ایره باید باز کرده نشینم، مستقیما در صفحه های تیار شده برم. به خاطر امی من این میره کار کردیم به شما، چون فعلا تمام مینوها را نخوندین، باز در درس آینده یاد میتونم باز دوباره جور کردنش. مینوی فایل میرم، از مینوی فایل بالای سیو از میرم. از سیو از ایره چی میکنم؟ براوز میسازم. بعد از براوز از اینجا من چی باید انتخاب بکنم؟ ورد تمپلیت انتخاب میکنم. و بعد از ورد تمپلیت نامش چی نشته میکنم؟ از اینجا نشته میکنم امتحان سالانه یا پارچه امتحان نشته میکنم. من امتحان سالانه نشته میکنم و بعد ایره من سیو میکنم در هر موقعیتی که شد. ایرم کلوز میکنم، یک دونه ورد جدید باز میکنم. من ورد جدید درن میرم، وین ورد تایپ میکنم و بعد از اون انتر میکنم. آیا ورد باز شد نشد بر شما؟ بعد از باز شدن برنامه ورد از اینجا بر شما چی را کلیک میکنم؟ ایره یک دفعه بالای پرسونال میرم که خودم جور کردیم. برام چی بود؟ امتحان سالانه. ای را کلیک میکنم، همیشه بر شما صفحه تیار شده جور شده ماندگی است. ازش استفاده کرده میتونین، یعنی بعد از اگر کسی پرسان بکنه تمپلیت جور کرده میتونین، شما میگین بله تمپلیت این میمانه را میتن. فهمیده شد؟ پس میگرم ورد از اثر باز میکنم، چون ما تمپلیت ها را بر شما هم ساختنش یاد دادیم هم خودش گفتم بر شما. دیگه چی است؟ اینجا رسنت داریم. رسنت یکی برنامه تودی داریم. تودی در انگلیسی چی را میگه؟ امروز. ما خودم در کامپیوترم این ازمی برنامه ها استفاده کردیم امروز تا اینو میبخشه. آیکنهاش بر شما اینو میچه افزود شده. اگر دین روز استفاده کرده باشم اینجا یستردی می اون یک دانه مونده از دین روز. اگر میخواین عموما ببینین که در یک سال، در یک ماه، در یک عمر چقدر استفاده کردین تا ویندوز کردنتون، مثلا ویندوز بعضی در یک سال میکنه، بعضی در 5 ماه، بعضی در 3 ماه در داخل هم محوله ویندوزتون، این از اینجا کلش مشاهده کرده میتونین. دیگه این ساحه هیچ چیز نمون که بر شما گفته بودم. دیگه میام از اینجا بلانک داکومنت، یک دونه داکومنت جدید بر شما باز میکنم. بعد از باز کردن داکومنت جدید ما در برنامه وین ورد سه بخش میخونیم. چند بخش میخونیم؟ سه بخش، نه چهار بخش میخونیم. یکیش به نام چی؟ آفیس بد... چی یاد میکنه؟ اینه فایل، فایل بتن. یکی چی را میخونیم؟ فایل بتن. یکی هم چی را؟ رایبون، رایبون بتن ای را میخونیم. یک بخش دیگیش هم کویک اکسس بتن. یکی هم چی را میخونیم؟ منجمند را میخونیم. اینمی سه بخش شما وقتی که فهمیدین اینمی جا چی شد؟ ای، یعنی پیش خودم
منیجمنت هم میتونه اشنا میشه؟ غلط شده باشه رایت کلیک کنم، این از اینجا بر شما منیجمنت اصلاحش آمده، اونه بر شما اصلاح کرد. این سفرم نزدیکتر میارم. این مثلا قانونی بر شما سه بخش تقسیم نشده، ما پیش خودم به سه بخش تقسیم کردیم، سه بخش بر شما میخوام بیاموزانم. سیس این حالا فایل بتن بر شما موقعیتش نشان میدم. اولین درس ما فایل بتن بوده، فایل بتن هم میاموزانم بر شما. این از اینجا مینوی فایل کلیک میکنم، اینو میره کلان میخونیم. اولین درس ما اینو میاست، پس از اینجا بک میکنم. دومین درس ما رایبون بتن است. این رایبون بتن چی است؟ هوم هست، انزرت، دیزاین، لیاوت، رفرنس، میلینگ، ریویو و ویو هست. اینو می چهار بخش برام چی یاد میکنه؟ رایبون بتن یاد میکنه. این حالا داخل رایبون بتن ما چی داریم؟ یکی تب داریم. تب چی است؟ تب هوم. تب چی است؟ انزرت. تب چی است؟ دیزاین. این از اینجا نشته میکنم دیزاین. دیگه چی است؟ تب لیاوت. این لیاوت. تب چی است؟ رفرنس. این از اینجا رفرنسز. این به این شکل فهمیده راستین نه؟ غلط کده باشم اینش مونده، این از اینجا اوتومات اصلاح بسازیم. و بعد از او کدام میشه است؟ میلینگز. این از اینجا بعد از او چی است؟ ریویو است. و بعد از او چی است؟ ویو است. این مقدار موضوع را در تب میخوانیم. باز هر کدامش چی داره؟ کمند داره. و بعد از او کدام کمنده میخوانیم؟ بعد را میفهمیم. بعد از او هر کمند از خود چی داره؟ آپشن داره. این حال بر شما ایرم گفته بتم. اینی میره برام چی یاد میکده؟ تب هوم. کمند چی یاد میکنه؟ کلیپ بورد. آپشن چی یاد میکنه؟ کات. این حالا فرد مثال کسی در کمپیوتر مشکل پیدا کرده، ما برش مثلا از طریق تلفن میگم در تب ویو برو، مستقیما شما چی میکنین؟ در تب ویو میرین. و بعد شما میگم در کمند ویندو برو، این از اینجا کمند ویندو میره. در آپشن سایت بای سایت برو میگم، این در آپشن سایت بای سایت میره. این از اینجا شما چیکار میتونین؟ یعنی ناموشا گفته دادم که شما بشک اینجا میرم اونجا میرم نگویم، باید نامش باید بگویم. در کجا میرم؟ در تب هوم کمند کلیپ بورد آپشن کت میخوانیم. فهمیده شد؟ در تب مینوی فایل کمند پرنت آپشن چی را میخوانیم؟ اچ پی پرنت کپیز اینا سیتینگ پیجز اینا کلاگشا گفته راستم. اینا نامش باید ما بفهمیم. این از اینجا ایرم بر شما تشریح کردم. این حالا بر شما میخوایم صحیحش تشریح بکنم. اداره و منیجمنت هم ایمان را بر شما تحلیل میکنه. یک روز پارچه امتحان جور کردن امروز یاد دادم، فردا بخیر مکتوب جور کردن، دیگر روز پیشنهاد جور کردن، یک روز استحقاق و معاش جور کردن. تمام جدول ها را یاد میتونم، چیزایی که در اداری ضرورت باشه. هر روز یک فنکشن کار میکنم، یک بخش اداری را کار میکنم. این ایره برام چی یاد میکنم؟ منیجمنت. یکی داریم برام چی باشه؟ کویک اکسس بتن. کویک اکسس بتن چی را میگن؟ اینمی قسمت برام کویک اکسس بتن یاد میکنم. مثلا فعلا یک شما مثال میتم، بالای کدام گزینه میرم؟ این از اینجا باز میایم از اینجا اینا شو کلاکش بر من نشان میده. اینا کویک اکسس بتن اینا در قسمت ارد اینا را باز بر شما چی میکنم؟ کلا دانه دانه گفتم میتم چی وظیفه انجام میده. بعد از چی میایو تب هوم انزرت اینا را خلاص بکنیم ما. خب میگیریم ایرم فهمیدیم. اینی قسمت برنامه چی یاد میکنه؟ کپشن بار یاد میکنه. وظایف کپشن بار کلوز کنم از برنامه ورد میبره. این نه کلوز کردم، ما یا برآمدیم نبرآمدیم، باز ویندوز وین ورد انتر میکنم، باز دوباره بلانک داکومنت. اگر من مکزیمایز بسازم سایزش کوچک و سایزش بزرگ کردم میتونم، اگر مینیمایز بسازم در تاسک بار میارم، پس بر شما باز کردم میتونم. دیگه اینی چی بود؟ کپشن بار بود. دیگه اینی قسمت تب است، مینوی فایل فردا میخوانیم. دیگه اینی در قسمت وان آف وان آمده. به خاطر چی؟ این صفحه رو نزدیکتر بیارم. این ما چند صفحه داریم؟ یک صفحه. اما در کدام صفحه موقعیت داریم؟ در صفحه اول قرار داریم. این رو سکنیم مثال میتونم. این رو اینجا ماوس رو میمونم کنترل انتر میکنم. چند صفحه دارم من فعلا؟ پنج صفحه دارم. در کدام صفحه موقعیت دارم؟ در صفحه پنجم. این رقم گفته میده. یا فرض مثال من میگیرم کنترل انتر چی میکنه؟ شارکت اضافه کردن برنامه چی است؟ صفحه است. این باز کنترل انتر میکنم. کنترل انتر از کجا میارم بر شما؟ اینی کنترل است، اینی هم انتر است در کیبوردتان. فهمیده شد؟ کنترل انتر کردم اونا 15 صفحه شد. من میگیرم اینه ماوس اسکرول بالا کش میکنم، میره برنام چیات میکده؟ اسکرول. این از اینجا اینه ماوس در می قسمت میمانم، یعنی در روی اسکرینتان میمانم. در کدام صفحه قرار دارین؟ سکنین خودش 15 صفحه است، در صفحه 8 موقعیت دارم. خب چند لغت نوشته کردیم؟ هیچ نوشته نکردیم تا به الحال، صفر است. من یک چیز تایپ میکنم، این حال چند لغت شد؟ یک لغت. فاصله باز نوشته میکنم، چند لغت شد؟ دو لغت. بوک چند لغت شد؟ اون سه لغت. مثلا احمد چند لغت شد؟ چهار لغت. این رقم گفته میده.
خب به کدام زبان فعلا تایپ دارم؟ به زبان انگلیسی. او را بر شما توضیح میده. خب میایم از اینجا بالای کدام گزینه زوم ان مثبت برام چی یاد میکده؟ زوم ان یعنی نزدیک بیاد. دیگه منفی برام چی یاد میشه؟ زوم اوت. منفی را کلیک میکنم این صفحه دور میره. این رقم یک وظایفه را بر شما چی میکنه؟ انجام میده. ایرم فهمیدیم نرمالش اون خط است اونمونجا 100 است اونه. فهمیده شد؟ فعلا 52% شد. من میگیرم اینه میره چند میگیرم؟ این از اینجا 100 میگیرم. اینه 100 از اینجا اوکی میکنم. یعنی موقعیت اصلیش اینه نوشتایش هم اینه از این قسمت اگر کلیک بکنم کلش نوشته شدگی هستن کلوزش میکنم چون در بخش ویون دوباره میاد در اونجا باز تمام آپشنش را توضیح میتم. خب این بخش هم خلاص شد. دیگه هیچ چیزی در روی صفحه نمون که من بر شما توضیح نتم. اینه نزدیکتر میارم یکی ما ورتیکال داریم اینه ای را برام چیات میکنه؟ ورتیکال. این یکی هارزنتال داریم ای را برام چیات میکنه؟ اینه هارزنتال. اینه امرای اینی اسکرولا هارزنتال و ورتیکال خود مشاهده کردن میتونیم امو اسکرینتانه. پس زوم اوت بسازین ورتیکال و هارزنتال بر شما گم میشه. این صفحه زیاد است به میخاطر ورتیکال ضرورت داریم. اینه به این شکل. یام بر شما چه شد؟ کلن تمام ساحه برنامه گرده معرفی کردم و همچنان بر شما چگونه ساختن یک پارچه امتحان هم یاد دادم. همین قدر درس بس است امروز. میگرم از اینجا استاپ میکنم. درس بعدی را آیستا